Thank you.
Dictador! 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 با سلام و درود به دوستان و رفقایی که تازه اومدن، امیدوارم که رفقا فعالانه توی بحث شرکت کنن. من راستش تصمیم داشتم که یه سری مفاهیم رو که امروزه متداوله و هم جناح کمپ سرمایه یا جناح ارتجاع به گونه ازش استفاده میکنن و کمپ انقلاب هم به گونه ازش استفاده میکنن، یه توضیحات مختصری بدم. ولی واقعیت هم اینه که این در واقع کلیپی رو که پیغمون پرواز پخش کرد سعی میکنم یه مقداری راجع به این صحبت بکنم، یعنی راجع به این که اصولاً چگونگی برخورد به پدیده ها که رفیقون پژمان رحیمی در رابطه با مسئله ایزه توضیح میدن، این چقدر میتونه در واقع واقعیت و حقیقت رو به هم نزدیک بکنه. یعنی شما یک واقعیتی رو میبینید ولی حقیقت پشت این واقعیت واقعا چیا هست و این به صورت انضمامی چگونه شکل میگیره. به نظر من امروزه شما مقاله های متفاوتی رو میبینید که از جناح‌های مختلف مطرح میشه و با تاکید بر شعارها، با تاکید بر وسعت این جنبش، با تاکید بر تعداد آدمایی که توی این جنبش شرکت کردن، چگونگی سرکوب و اینا تمام صحبت میشه و یه ارزیابی متفاوتی میشه. یعنی شما در بخش ارتجاع میبینید که سعی دارن که این جنبش رو بی‌اعتبار بکنن، میگن تعدادشون کم بوده، در شهرهای کوچیک وجود داشته، شهرهای بزرگ نپیوستند، یا عوامل مختلف دیگه یا عوامل جانبی دیگه. یعنی طرح شعارهایی که داده شده اینجاش اشکال داشته، اونجاش اشکال داشته. من فکر میکنم که رفیقمون پژمان رحیمی خیلی خوب مسئله حاشیه نشینان رو در ایزه توضیح داد و وقتی که به کلیت این تحلیل برمیگردیم، یعنی از یک واقعیت عینی نقطه عظیمت خودش رو شروع میکنه و این واقعیت رو میشکافه و به عواملی که این واقعیت رو، یعنی تسخیر بخشی از نهادهای جمهوری اسلامی توی ایزه است، رو مورد بررسی قرار میده. یعنی در واقع تاریخچه این حرکت رو و عوامل عینی رو که مانع، یعنی زندگی هستی اجتماعی این اهالی رو مورد ستم و یورش قرار میدن رو بازگو میکنه و این رو به عنوان یک عامل عینی که امروزه حرکت میکنه در واقع به عنوان یک در واقع تحلیل علمی ارائه میده. به نظر من متدولوژی علمی و کاملا
در حیطه دیدگاه مارکسیستا میگوجه، این دیده که از یک عینیت واقعی شروع بکنیم و نشون بدیم که این عینیت واقعی چگونه شکل گرفته و چگونه عمل میکنه. و مضمون این حرکت هست که امروزه ایزه به عنوان یک نمودار آن داره عمل میکنه، در جاهای دیگه شاید نب در این رابطه، ولی از همین عوامل استفاده میکنه. یعنی وقتی که ما صحبت از جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت عقب افتاده و یک دولت سرمایه‌داری صحبت میکنیم، خب این عوارضی رو به وجود میاره. این عوارض هم مشمول عملکرد سرمایه، هم مشمول عقب افتادگی جمهوری اسلامی. خب این به کمک هم تضاد اجتماعی رو یا اون معضلات اجتماعی رو بیشتر و بیشتر فوران میده و حرکتی صورت میگیره که این حرکت خب طبیعتاً به جاهای دیگه رسوخ پیدا میکنه و این حرکت به عنوان یک خیزش مردمی یا یک جنبش مردمی شناخته میشه. تمام صحبت من اینه که در واقع از ماهیت این حرکت شروع کردن، واقعیتی که این رو شکل داده، وقتی که حرکت میکنیم اون موقع است که نقش حاکمیت رو هم مشخص میکنیم. نقش حاکمیتی که از چه مناسباتی و چگونه در واقع به حریم زندگی انسان ها در تولید اجتماعی، در فرهنگشون، در سیاستشون رو میخواد تعیین بکنه بر حسب منافع مشخصی رو که حاکمین موجود دارن. برای همین به نظر من این یک نمونه بسیار پرکتیکال یا عملی هست که در رابطه با این شیوه از بررسی میتونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی جای دیگه میتونه اشکالش متفاوت باشه و همین پروسه رو طی میکنه. یعنی شما در هر جای دیگه اگر به مسئله حاشیه نشینان نگاه بکنیم، میبینیم که امر حاشیه نشینی محصول مناسبات نوین سرمایه‌داریه که شکل گرفته و این حاشیه نشینی در واقع به فرودستانی میانجامه که خب طبیعتاً حیاتشون، زندگیشون به باد رفته و هم از نظر فرهنگی هم از نظر معیشت در حاشیه قرار دارن و این حاشیه بودن خب عواقب وخیمی رو در آیندهشون، در حالشون و در سپهر زندگیشون نمایان میکنه که دست به شورش میشه. اینو ما در جای مختلف، یعنی اینو به این علت دارم میگم که جنبش هایی که در شهرهای بزرگ امروزه صورت میگیره به طور قهرآمیز و عمدتاً هم صورت میگیره در مناطق حاشیه نشینی هست و این یکی از فراورده های جهان سرمایه داری. من قبل از اینکه این مسئله رو روشن بکنم به یک مسئله میپردازم و اون مسئله ایه که بخشی از به اصطلاح تحلیلگرانی که مسائل امروز رو مطرح میکنن جنبش کنونی رو که عمدتاً این بعضی ها که میگم عمدتاً با تفکرات رفرمیست و اصول به قول معروف اصلاح طلبی به مسئله نگاه میکنن و برخوردشون به این جنبش در واقع به شکلی اشک تمساح هست و به شکل دیگه محکوم کردن اون. یعنی گویا این جنبش با مضمونی که داره مسئله میز رو زیر سوال میبره و اگه نتونه در آینده خودش، در عملکرد خودش به جنبش رفرمیستی به انجام جنگ داخلی رو دامن میزنه یا به شکلی موجب خشونت حاکم، موجب خشونت بیشتر حاکمیت میشه که به اصطلاح امر پیشبرد دموکراسی در حیطه
اصلاح طلبان صدمه میبینه و اون پروژه انجام نمیشه و به این صورت این جنبش رو محکوم میکنن، در ضمن اینکه به نوعی اشک تمساح برش میریزن. من یه مثال تاریخی میزنم که و عمدتاً این بخشا وقتی که صحبت میکنن از نیروهای به اصطلاح سوسیال دموکرات درون چپ گرفته تا جریانات اصلاح طلب درون حاکمیت و بیرون حاکمیت، عمدتاً اشاعی دموکراسی رو به عنوان یک تجرید میبینن، یعنی دموکراسی رو به عنوان یک مفهومش برخورد میکنن که این دموکراسی مثلا میتونه خارج از روابط اجتماعی در ذهن افراد شکل بگیره و به اون ماهیت ببخشن. یعنی در واقع مفهوم دموکراسی و مفهوم آزادی رو نه در یک مبارزه طبقاتی بلکه در شکلگیری و تکامل این مفهوم در اذهان عمومی میبینن و خب طبیعتاً منبع یعنی کسانی که باید این دموکراسی رو هم عملی بکنن اینا در واقع بخشی از جامعه هستن که از نظر ذهنیت میتونن اون برن، اخشار دیگه جامعه که اخشار پایینی هستن و امر مبارزه طبقاتی رو به پیش میبرن قادر به درک این دموکراسی نیستن و به همین علت دست به خشونت میزنن، دست به کارایی میزنن که گویا این پروسه انجام نمیشه. بعد از انقلاب روسیه عمدتاً شعاری که سوسیالیست ها مطرح میکردن سوسیالیسم یا بربریت بود و این شعار رو به عنوان شعار اصلی خودشون در بین احزاب سوسیال دموکرات تبلیغ میکردن و احزاب سوسیال دموکرات به درجات مختلف این شعار رو قبول میکردن. ولی با تغییر و تحولاتی که در جامعه در بلوک شرق شکل گرفت و تغییر و تحولاتی که در غرب شکل گرفت، عمدتاً این سوسیال دموکراسی که در غرب وجود داشت و چارچوب حرکتش در واقع همون اهرم‌های سرمایه‌داری بود، این شرکت مردم، احزاب توده‌ای طبقه کارگر در حاکمیت سیاسی کم کم رنگ باختند و عمدتاً برآمد این در واقع طرح شعاری از جبهه راست سوسیال دموکراسی بود و اون دموکراسی یا سوسیالیسم بود. یعنی به جای سوسیالیسم، سوسیالیسم رو برابر با در واقع بربریت قرار دادن و احزاب سوسیال دموکرات هم در آلمان به طور مشخص این شعار رو پذیرفت و هلموت اشمیت در واقع چانسلر آلمان نماینده این نظرگاه شد. یعنی به نظر من در اون پروسه اصولا فاتحه سوسیال دموکراسی خونده شد و دقیقاً نقش سوسیال دموکراسی در رابطه با اشاعه دموکراسی بورژوازی در مقابل سوسیالیسم به یک تئوری، به یک برنامه عملی تبدیل شد و خب طبیعتاً رشد این با رشد سرمایه‌داری در انطباق قرار می گرفت. یعنی زمانی که سرمایه‌داری به مرحله جدید خودش، به مرحله در واقع دوران نوین خودش وارد می شد و اون رابطه، یعنی سرمایه به عنوان رابطه اجتماعی در تمام شؤون جامعه نقش تعیین کننده پیدا می کرد، طبیعتاً شعار دموکراسی که این طبیعتاً از اون محتوای و مضمون خودش که در ابتدا شکل گرفته بود جدا میشه و به ابزاری برای
در واقع امر استثمار نیروی کار قرار میگیره، تبدیل میشه. یعنی شما وقتی که پدیده دموکراسی به عنوان یک پدیده اجتماعی نگاه میکنید، میبینید که این دموکراسی، دموکراسی بورژوازی که شکل گرفت، این در واقع زمانی شکل گرفت که بورژوازی نوپا نیاز به سازماندهی توده‌ای داشت، که این سازماندهی توده‌ای در کنار ایده های بورژوازی که در حال رشد بود به کمک بورژوازی بیاد و بتونن به کمک هم با اشرافیت و کلیسا و بقایای فئودالیسم مبارزه بکنن. یعنی انحصار داشت رو، این انحصار رو از دست فئودالیسم جدا بکنن. خب طبیعتاً ساختارهای اجتماعی که ضرورت این حرکت بود جامعه مدنی بود، برای همین برای شکلگیری به جامعه مدنی کمک میکرد. یعنی ساختارهایی که بتونه جامعه مدنی رو شکل بده، که این جامعه مدنی، انسانها در اون جامعه مدنی بتونن در قوام یافتن سرمایه‌داری بتونن به عنوان سکوی برای رشد سرمایه حرکت بکنن، عمل بکنه. و خب این چون از یک نظام عقب افتاده به یک نظام تولیدی پیشرفته تر تبدیل می شد، رفاه اجتماعی رو هم در بخشهایی از جامعه تضمین می کرد. یعنی نیروی کار خریدار داشت، امر شرکت در انتخابات یک مضمون دیگه ای داشت. ولی وقتی که سرمایه‌داری رشد میکنه، خب این رشد سرمایه‌داری لزوم این دموکراسی رو هم، یعنی ضرورت این دموکراسی رو هم از بین میبره، دموکراسی نوع بورژوازی رو از بین میبره، ولی همچنان در شکل وفادار به اونه. چرا؟ برای اینکه این ساختار بهترین شکلیه که میتونه ایدئولوژی سرمایه رو به پیش ببره، بهترین شکلیه که میتونه در واقع نشون بده که به شکلی جامعه اقتصادی و جامعه سیاسی، در جامعه سیاسی افراد میتونن رأی بدن، میتونن اظهار عقیده بکنن و میتونن نمایندگان خودشون رو داشته باشن، ولی در مضمون و محتوا قدرت اقتصادی رو در اختیار خودش داره و این قدرت اقتصادیه که مضمون این حاکمیت سیاسی رو تعیین میکنه، نه عمدتاً در واقع این شکل انتخابات. این شکل انتخابات در واقع سرپوشی است بر کلیت این نظام، سرپوشی است بر اون چیزی که در واقع بتونه اون روابط رو حفظ بکنه. مارک توین یه جمله خیلی جالبی داره، میگه اگر انتخابات میتونست چیزی رو تغییر بده، در واقع غیرقانونی شده بود. یعنی دقیقاً برخورد میکنه به اینکه این تا زمانی میتونه ابزاری باشه برای سرمایه‌داری، اگر نتونه کمک کننده به حفظ مناسبات موجود باشه، خب طبیعتاً با یک نوک قلم میتونن غیرقانونیش بکنن. و این واقعیت امر اینه که امروزه مضمون و محتوای این حرکت با بحران‌های سیاسی که داره شکل میگیره، خب طبیعتاً کاملا در اختیار سرمایه‌داری. به همین دلیله که اصولاً وقتی ما صحبت از مبارزه برای حاکمیت سیاسی میکنیم، از طرق دیگه‌ای بجز از طریق اشاعه دموکراسی که نهایتاً میخواد از طریق پارلمان به نوعی قدرت سیاسی رو کسب کنه، یا به اشکال دیگه رفراندوم فلان فلان رو، وقتی که در مضمون خودش بررسی میکنیم، میبینیم که اصولا از اون زاویه حرکت میکنیم که گویا این دموکراسی همون دموکراسی گذشته است و همون مضمون گذشته رو داره. فقط اشکالش اینه که به نوعی جوامع ما به این دموکراسی نرسیدن و ما در زمانی که سرمایه‌داری به نوعی در تمام وجوه زندگی انسان‌ها رخنه کرده و هم با
خود بیگانگی که سرمایه ایجاد کرده، هم با نقشی که اون فتیشیزم کالایی یا در واقع کالا انگاری روابط اجتماعی شکل گرفته و تمام ابزارهایی که بورژوازی امروزه سعی میکنه که این جوامع رو کنترل بکنه، به نوعی با ابزار خودش که همین انتخابات و اشکالی هست که دارن مطرح میکنن به مبارزه برمیخیزه. اینا بر این اعتقاد هستن که گویا انسان عقلانیتی در انسان ها شکل گرفته و این عقلانیت به نوعی اون جامعه به قول معروف مدنی یا جامعه‌ای که صلح یافته است، اون چیزی که هگل بهش میگه رو میتونن با عقلانیت شکل بدن. یعنی من یه نکته برخورد میکنم، یه طرحی این اصلاح طلبان خارج کشور دارن که توی این طرح آقای گنجی که نماینده بخشی از ایناست توضیح میده، میگه این پروسه دموکراتیزه شدن جامعه به این صورته که با تضادهایی که در جامعه شکل میگیره، تضادی بین بالایی ها شکل میگیره که منظورش اصلاح طلبان و اصولگرایان هستن، میگه این شکاف پیدا میکنه. در پایین جامعه هم طبیعتاً بین کسانی که اصلاح طلب هستن، خواهان رفرم هستن و به اون میگه شورشگران یا رادیکال ها، شکاف هم در پایین شکل میگیره و اتحاد بخشی از اصولگران در بالا با این بخش در پایین در واقع امر دموکراسی رو به پیش میبره. یعنی چی؟ یعنی دقیقا بر اساس یک ذهنیت که نه مبدع تاریخی داره نه مبدع عینی داره مطرح میشه. یعنی چرا میگم مبدع عینی نداره؟ دولت به عنوان نماینده مشخص خشونت که از نظر قانونی مشروعیت برای امر خشونت رو داره، نه فقط جمهوری اسلامی، هر دولتی این امر رو میتونه به پیش ببره و خب طبیعتاً دولت به عنوان قدرت متمرکز عمل میکنه. اگر شرایطی که در جامعه پیش میاد، این شرایط در پایین آنچنان فشاری رو بر جامعه بیاره که تغییر این روابط یعنی نظم موجود رو خواهانش باشه، مجبوره که با این خشونت مقابله بکنه. ولی ابتدا حرکتش همواره حرکتی مسالمت‌آمیزه و از اون جایی که با این خشونت روبرو میشه، اگر بخواد حیات خودش رو، ادامه کاری خودش رو تضمین بکنه، مجبور به سازماندهی هست که در مقابل این دولت قرار بگیره. برای همین اصولا در جوامعی مثل ما امر برخورد قهرآمیز به یک امر عاجل تبدیل میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر هر جنبشی بخواد به شکلی دوام خودش رو کنه، مجبور به شکلی از سازماندهی هست که این شکل سازماندهی بتونه با این قدرت حاکمه برخوردی پایاپای داشته باشه. در این صورت امر سرکوب یا امر به قول معروف اجتناب ناپذیره. ولی این خشونت ناشی از ذات این آدم ها نیست. این خشونت خشونتیه که بهشون تحمیل شده، خشونتیه که حاکمیت واقعا تحمیل میکنه. شما حرکت امروزه رو ببینید، حرکت امروزه اگرچه در بعضی نقاط با اشغال حتی من بخشی از مقرهای حاکمیت مثل ایزه شکل گرفت، ولی دقیقاً برخورد حاکمیت به این مسئله چی بود؟ برخورد حاکمیت به مراتب بدتر از اون چیزی بود که میتونست انجام بده. یعنی در واقع بگیر و ببندی رو که راه انداخت، کشتاری رو که راه انداخت، در واقع نه تنها به امر
پاسخگویی یا به نوعی عقب نشینی دست نزد، بلکه هجوم دوباره ای رو بر این جنبش هموار کرد. و خب طبیعتاً باید ابزار این ابزار ذهنی این رو هم تو جامعه فراهم میکرد. توی خیلی از این برخوردهای مختلفی که به این جنبش میشه، یکی از مسائلی رو که شما در مضمون این برخوردها میبینین اینه که اصولاً این شکل از تعرض، این شکل از عمل کرده، این آیا این دوام پیدا میکنه یا نه، و اگر توسط حاکمیت سرکوب بشه این به چه صورته، آیا به سرخوردگی اجتماعی می انجامه و اگر مثلا عناصر سازمانده اینو که بعد من ایزش طبیعتاً با شکلی از سازماندهی همراه، این سازماندهی میتونه یک سازماندهی تشکیلاتی نباشه، ولی این سازماندهی رو ابزار نوین روابط جمعی عمدتاً شکل دادن. و از اونجایی که مادیتی وجود داشته، یعنی اون مادیت، اون عینیت اجتماعی وجود داشته که از این روابط استفاده کردن و امیال خودشون و خواسته های خودشون رو تونستن به شکلی با هم سازماندهی بودن. اگر نه تظاهرات در 70-80 شهر مختلف در یک زمان محدود این امر خود به خودی نیست. به نظر من این بخشی از آگاهی این حرکت هست و خب طبیعتاً این خیزش یک مضمون جنبشی رو هم با خودش به همراه میاره و این حرکت هست که به نظر من، یعنی برخورد به این به عنوان یک حرکت آگاهگرانه اجتماعی باید بهش برخورد کرد و عمدتاً باید تحلیلی که از این میکنیم در واقع به عنوان یک عینیت اجتماعی روشیابنده باشه. در رابطه با اینکه این عینیت اجتماعی روشیابنده که چرا بهش میگم عینیت اجتماعی روشیابنده، برای اینکه از یک عینیت واقعی در جامعه شکل میگیره و این عینیت واقعی شرایط مادی زندگی آدم‌ها توی این جامعه است. از یک طرف سرمایه‌داری، حاکمیت جمهوری اسلامی به طور مشخص نمیتونه جوابگوی هیچ بخشی از این باشه. این شکاف همواره در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی و در سطح اقتصادی شکاف بیشتر و بیشتر میشه و با بیشتر شدن این شکاف به قول معروف، به قول ناپلئون، با سرنیزه همه کاری میشه کرد ولی نمیشه روش نشست. حاکمیت قادر نخواهد بود که این پولاریزیشنی که در جامعه شکل میگیره، پولاریزیشن از اینجایی میگم که ببینید انسان ها از واقعیت عینی خودشون حرکت میکنن. درسته که ایدئولوژی تأثیر گذاره، میتونه افکارشون رو اینور اونور بکنه، ولی واقعیت امر اینه که وقتی که شرایط زندگی اقشار خرد بورژوازی جامعه رو تحت شعاع خودش قرار میده و حتی بخشی از این خرد بورژوازی منافع واقعیشون رو، منافع حیاتی زندگیشون رو در مقابل این حاکمیت میبینن، خب طبیعتاً از اون جایی که برنامه مشخصی برای تحقق این ندارن مجبورن، یعنی این یک ضرورته که در واقع در مقابل این حاکمیت، که این حاکمیت در شکل سیاسی خودش خب طبیعتاً یک عامل سیاسیه، ولی هر عامل سیاسی در خدمت به یک سری مناسبات اجتماعی، روابط اجتماعی، روابط اقتصادی قرار داره و در ابعاد وسیع خودش وقتی که به شکلی ما این بربریت سرمایه رو در شکل حاکمیت جمهوری اسلامی میبینیم، مبارزه با این بربریت در واقع به عنوان یک عینیت اجتماعی
خودش رو نشون میده، عمل میکنه و گسترش پیدا میکنه. به نظر من این ماهیت، یعنی بررسی این ماهیته که تداوم جنبش رو تضمین میکنه، نه اینکه به قول معروف هر روز به خیابان بیان. اون چیزی که به عنوان یک مادیت شکل گرفته عمل میکنه و این امر ذهنی نیست، امری نیست که فلان به قول معروف اصولگرا یا فلان اصلاح طلب بتونه اینا رو قانع بکنه یا بتونه اینا رو با ترفندهای ایدئولوژیک بتونه بترسونه. به نظر من اون عینیتی که شکل گرفته، این عینیتی که به یک شکلی از خودآگاهی تبدیل شده، در واقع زمینه این عمل و این اون چیزیه که در حال سازماندهی خودش هست، در حال شکل دادن خودش هست که بتونه در یک کلیتی مناسبات موجود رو که حاکمیت هم وقتی از این مناسبات موجود هست رو زیر سوال ببره. و این خب طبیعتاً بستگی به عملکرد انسان‌ها داره، این خود به خود شکل نمیگیره. اینکه نقش انسان‌ها در این تا چه اندازه تعیین کننده باشه و چگونه این به قول معروف عوامل رو رشد بده، عواملی که ما باعث رشد این میشه رو تقویت بکنه و عواملی رو که به نوعی سعی میکنه این حرکت رو به نوعی متوقف بکنه، این با این عوامل در حیطه ایدئولوژی، در حیطه عملی مبارزه کرد و رخنه کردن یک سری به قول معروف ایده هایی که طبیعتاً با کلیت این نظام، کلیت این نظام که میگم با کلیت نظام اجتماعی که جمهوری اسلامی به عنوان شکل حاکمیت اون داره اعمال میکنه اشکالی ندارن، از جمله جریانات سلطنت طلب، بخشن مجاهدین، اینا اونم در واقع در حیطه‌های مختلف مبارزه بکنه و اینا رو به عنوان اون ایدئولوژی یا ایده هایی که در واقع خیلیشون واقعا افشا شدن، یعنی وقتی از سلطنت صحبت میکنیم یه تاریخچه ای داره، یه حرکتی در گذشته داشته، یا از پروسه استحال شدن سازمان مجاهدین که صحبت میکنیم دقیقا به شکل مفتضحی افشا شدن. ولی به این من به این فقط ولی این ایده ها هنوز وجود دارن، این ایده ها هنوز برد دارن و علتش هم اینه که عمدتاً ایده های روشنگری در جامعه توسط جمهوری اسلامی به طور فیزیکی، به طور برنامه ریزی شده در واقع سرکوب شدن و به نوعی تاریخ مبارزاتی این جامعه رو سعی کردن تحریف بکنن، در واقع احیای این تاریخچه و پیوندهایی که بین این تاریخ این مبارزه و مبارزه امروز وجود داره به نظر من یکی از بخشهایی که میتونه در احیای و پیشبرد این جنبش عمل بکنه. من اینجا قطع میکنم و اگه بخوایم میتونیم یه بخش دیگه رو ادامه بدیم در رابطه با اینکه اصولا وقتی صحبت از مسئله عینیت اجتماعی به عنوان عامل تاریخی میکنیم و عینیت ذهنی که میتونه تحولی رو ایجاد بکنه، یعنی دو دیدگاه مشخصی که حداقل در سطح امروز به شکلی هر دو دیدگاه دارن عقاید خودشون رو به طرق مختلف مطرح میکنن که نهایتاً به شکلی امر رفرمیست رو
تبلیغ میکنن و بخشی امر انقلاب رو تبلیغ میکنن به ریشه های اون بیشتر بپردازیم. با تشکر. خیلی ممنون پویان عزیز. با سلام و درود به همه دوستان. در اینجا یه وقفه میگیریم. اگر مالین حتما قسمت دیگر بحثتون رو شروع کنین، یا اگر دوستان سوالی یا کامنتی دارن، نظری دارن در رابطه با صحبت پویان، میتونن بعد از این وقفه نوبت بگیرن وارد بحث بشن، اگر که از پویان میخواییم دنباله بحثشون رو ادامه بدن. در ضمن هفته گذشته هم حمید عزیز سوالی داشتن، اگر چون نشد خیلی بیشتر در این مورد صحبت بشه، اگر دلشون خواست همی جان و فرصت دارین اون مسئله رو هم مطرح کنین، خب خیلی خوب میشه. متشکرم. برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن، برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن، برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن. شدن جهان